الله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابل غاسم المصطفى محمد صلی الله عليه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین با کسب اجازه از همه سروران و اساتید معظم اجازه میخوام که بحثمون رو شروع بکنیم همونجور که انسان میتونه در یک لحظه محبوب خدا بشه سعود بکنه رشد بکنه مراتب بسیار بلندی از قرب خدا رو طی بکنه تو یه لحظه هم میتونه سقوط بکنه و از چشم خدا بیفته سعودها و سقوطها تو یه لحظه است امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه این تعبیر رو دارن من اینجور که تو ذهنم هست دعای چهل و هفتم هستش ولا ترم بی من یمن من این رعایتک خدای من از چشم عنایت و رعایت خودت ننداز گاهی موقع آدم از چشم خدا میفته تو یه لحظه بزرگانی بودند کسانی بودند که در هم قرآن نمونه ازشون اومده هم در تاریخ اسلام و هم نه فقط در تاریخ حتی در زمان خودمون هم دیدیم کسانی که سابقه های طولانی داشتن در جهاد، در رزم، در مبارزه با ستم کسانی که سابقه های طولانی داشتن در عبادت کسانی که سابقه های طولانی داشتن در علم اما در این حال خدای نکرده تو بعضی از امتحان های الهی که مراقبت از خودشون نکردن سقوط کردن و افتادن ما نمونه های از این قبیل داشتیم آدمایی که بعضیشون شاگرد اولای کلاس دینداری بودن کسانی که اگر میخواستیم نمونه بیاریم برای فداکاری در راه دین اونها رو اسم می بردیم اما همین کسانی که شاگرد اولای کلاس دینداری بودن تو یک امتحان دیگری و در یک برهه دیگری از زندگیشون سقوط کردن هیچ کسی تضمین شده نیست این که از بهترین دعاها عاقبت به خیری هست از خدا خواستن واقعا همین جور هست از بهترین دعاهاست من یه فرازی را از تاریخ خدمتتون عرض بکنم مسعودی در مروج و زهب نقل کرده مسعودی مورخ با انصافی هستش شیعه و سنی ازش نقل میکنن ایشون تو مروج و زهب نقل کرده که یه مرتبه پیغمبر اکرم و زبیر و امیرالمومنین ستایی نشسته بودن کنار هم دیگه زبیر با یه لبخند مهربانانهی حضرت امیر رو داشت نگاه میکرد با یه نگاه مهربانی نگاه میکرد به امیر علیه السلام پیغمبر اکرم سوال کرد زبیر دوستش داری؟ علی رو دوست داری؟ گو آقا معلومی که دوستش دارم علی خیشمه بدونید زبیر پسر امه امیر بود دیگه پسر صفیه بود که امه پیغمبر اکرم امیر بود گو آقا که علی رو دوستش دارم علی خیشمه پیغمبر فرم بود اما زبیر یک روزی به زبیر با ناباوری گفت من من در مقابل علی به ایستم باورش نمی شد واقعا باور کردنی نبود شوخی نیست یک کسی که از 16 سالگی وارد اسلام شد و فداکاری های بسیار زیادی در راه دین کرد زبیر 16 سالش بود که سنگین ترین جنگ ها با پیغمبر بود بعد از رحلت پیغمبر در زمان قربت امیر همین ایام فاطمیه ای که ما روزش میخونیم زبیر پشت امیر رو خالی نکرد خیلی از کسانی بودن که سکوت کردن اما زبیر سکوت نکرد حتی اون موقع که حضرت امیر رو داشتن میبردن به سمت مسجد زبیر بود که شمشیر کشید و رو کرد به اون کسانی که ایستاده بودن فقط تماشا میکردن فرمود که ایوف الهازا به علی و انتم احیا میذارید با علین کارا رو بکنن شما زنده اید دارید نگاه میکنید غیرتتون کجا رفته که از پشت با سنگ زدن به کمرش و شمشیر از دستش افتاد زبیر رو هم گرفتنش بستن زبیر تو تنهایی های امیر المومنین پشت حضرت امیر رو خالی نکرد شما بزرگوارا میدونید که تشی جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی خصوصی بوده خواص بلکه اخص خواص در شرکت داشتن اما یکی از کسانی که تو تشی جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت داشتن زبیر بود ببینید تا کجاها زبیر بوده اما همین زبیر تو اون 25 سالی که امیرالمومنین علیه السلام دیگه خانه نشین شده بود و به هر حال به خاطر مساله دین سکوت کرده بود زبیر عوض شد اون چرب و شیرین دنیا به کام زبیر آنچنان اثر گذاشت که زبیر یواشوا جزوه ثروتمندان و متمولین نه ثروتمند معمولی و عادی نه از کسانی که مرحوم علامه امینی در القدیر وقتی آمار ثروتهای های ای رو که در اون زمان به هر حال پخش شده بود رو نقل میکنن زبه جزوه کسانی بود که کیسهش خیلی پر شده بود از اون ریخت و پاش ها که مسعودی که از مورخین قرن چهارم هجریه یعنی حدوداً 400 سال از زمان پیغمبر اکرم میگذر مسعودی میگه هنوز بعضی از خونه های زبیر برقراره که ما میریم برای دیدنش خونه که بعد از 400 سال بمونه معلومه که خونه معمولی نیست مثل قصره زبیر دیگه عوض شده بود لذا بعد از 25 سال که امیر علیه السلام خلافت رو به دست گرفتن اولین جنگی که در مقابل امیر علیه السلام را افتاد بعد از سه ماه و از خلافت حضرت امیر جنگ جمل بود که جنگ جمل رو امثال همین دوستان قدیمی امیر المومنین را انداختن همین مثل زبی رو اینها را انداختن حالا مقصودم اینجاست مسعودی تو همین کتابش می که هنوز درگیری بین دو لشکر تو جنگ جمل رخ نداده بود امیر و سپاه جمل خود حضرت امیر بدون اسلحه اومد وسط میدان و زبیر رو صدا زد زبیر اومد وسط میدان حضرت امیر علیه السلام بهش گفت زبیر به ریادته شاید بیش از سی سال پیش من و تو و پیغمبر اکرم ستایی با هم دیگه نشسته بودیم تو با یه لبخند مهربانی داشتی من رو نگاه میکردی پیغمبر ازت سوال کرد که زبیر علی رو دوست داری تو گفتی بله که دوستش دارم علی خیشمه پیغمبر فرمود اما زبیر یک روزی ظلم در مقابل علی می ایستی تو اون روز باورت نمیشد میگفتی من من در مقابل علی بیستم اون چیزی که پیغمبر میفرمود مال امروزه که در مقابل من ایستادی و این جنگ را انداختی زبیر یک مرتبه وا رفت حالا یا حقیقتا فراموش کرده بود اون خاطره رو یا خودش رو به فراموشی زده بود حالا هر چی که بود تاریخ نقل میکنه که وقتی زبیر برگشت به سمت لشکر خودش دیگه وارفته و بیحال بود پسر خبیسش عبدالله ابن زبیر که امیر در نهج البلاغه میفرماید زبیر مازال مازال اهل البیت زبیر از ما اهل بیت بود همون تعبیری که سلمان من مننا اهل البیت هست حضرت امیر میفرماید زبیر مازال من اهل بیت از ما اهل, بیت بود ما نشع ابن هلمشون مادام این که این پسرش بزرگ نشده بود و او رو خرابش نکرد وقتی که عبدالله ابن زبیر دید که پدرش وارفته برگشت از ملاقات با حضرت امیر و دیگه حال جنگ نداره برای اینکه تحریکش بکنه به جنگ دو سه تا متلک بهش انداخ گفت ترسیدی علی رو دیدی ترسیدی زبیر گفت نه نقل ترس نیست کلامی از پیغمبر رو علی به یادم انداخت به هر حال زبیر کناره گرفت از این جنگ آدمی که بلد نباشه سر به زنگاه ها درست انتخاب بکنه از چشم خدا افتاده باشه اینجوری دیگه تو شر رو به پا کردی حالا به فرض هم اگر توبه کردی توبه تو این نیست که کناره بگیری توبه تو اینه که مثل هر به لشکر حق به پیوندی اما زبیر کناره گرفت یه شخصی به نام ابن جرموز که بعدها جزو خوارج شد زبیر رو تعقیب کرد تو یک قفلتی او رو ترارش کرد کشتش و شمشیر زبیر رو برداشت رفت به سمت حضرت امیر علیه السلام خیمه وارد خیمه شد و گفت یا امیر المومنین ال به من جایزه بده من زبیر رو کشتم حضرت امیر خیلی تحویلش نگرفت گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم که القاتل و المقتول کلاه ما فنار هم تویی که قاتلی همونی که کشته شد هر دو اهل آتیشی چون تو هم که برای خدا نکشتی بعدا عرض کردم جزو خوارج شد که در نهروان حضرت امیر رو کشت. بعد امیر شمشیر زبیر رو گرفت با اندوه یه نگاهی به این شمشیر کرد فرمود تالما جلل کرب ان وجه رسول الله این شمشیر چقدر برای دین خدا کار کرده بود چقدر غم از چهره پیغمبر زدوده بود اما صاحب این شمشیر رفت تو جهنم کسانی بودن که شاگرد اولای کلاس دینداری بودن اما در این حال میشه آدم سقوط بکنه از چشم خدا بیفته هیچ کسی تضمین شده نیست به کسی زمانت نامه ای ندادن که تو میمونی به خصوص در آخر و زمان که لغزش ها زیاده عوامل سقوط زیاد هستش اگر آدم مراقبت از خودش نکنه میتونه خراب بشه میتونه بد بشه و اون وقت این آدمایی که یه زمانی خوب بودن دیندار بودن خدا نکنه آدمی که دیندار باشه سقوط بکنه خدا نکنه کسی که یه مدت تو دین بوده بد بشه چون این وقتی بد بشه دو آتیشه بد بشه خیلی بد بشه هرچی از آیات قرآن تو گوشش بخونی از قبر و قیامت براش بگی تکون نمیخوره چون گوشش پر از یرفا از این چیزا خیلی شنیده خدا نکنه آدمی که دیندار بوده سقوط بکنه خیلی بد میشه خدا رحمت کنه یه استادی بود در قوم ایشون میگفتش که آدم چهار دسته هستن دو دسته نیستن که ما بچه که بودیم پای تخته می نوشتیم بدها و خوبها فقط دو دسته می کردیم شما می گفت آدم چهار دسته هستن بعضی از آدما خوبن اما بد خوبی میکنن بلد نیستن که جوری خوبی کنن شما میری از رفیقت پول قرض میگیری بهت میده اما مننت سرت میگذاره طوری که شما تو دلت میگه اگه من غلط بکنم دفعه دیگه و از تو چیز بگیرم تو هم کردی ببینید آدم خوبیه اما بد خوبی میکنه این یه دسته دسته دوم آدمایی که خوبن خوب خوبی میکنن قشنگ خوبی میکنن بلدن چی کار بکنن حدود پنجاه سال پیش تو تهران خدا رحمت کنه مرحوم آیا عاشق مرتضای زاهد رو از خوبان تهران بود که حضرت امام رزبان الله تعالی خیلی به ایشون ارادت داشت گهگاهی مرموم آیت بروجردی نقل هستش که دعوت میکرد آشق مرزای زاهد از تهران بره قوم یه روایتی بخونه موعظه کنه آی بروجردی رو و مرموم آیت بروجردی زار زار گریه میکرد صاحب نفسی بود آی آشق مرزای زاهد ایشون یه مرتبه ظاهرا قبل از اذان از صبح بود چی بود که به هر حال خونش خالی بود رفته بود برای مسجد هرچی که بود دو وارد خونش شد از این دزدای ناشی که به کاهدون میزنن حالا خونه ایشون که چیزی نبود که اون این بیچاره وارد شد نگاه کردید چیز خونه ای منده خدا نیست یه قالیچه ای دید چشمشو گرفت این قالیچه رو لوله کرد برداشت اومد بیرون دیگه یه بالاخره دقایقی گذشته بود از از آن صبح نماز صبح رد شده بود در منزل رو که در حیات رو باز کرد این دزک که بیاد بیرون مواجه شد با خود آقا خدایا شمرزای زاهد تا او رو دید. گفت سلام علیکم خیلی خوش آمدی مهمان هستی مهمان حبیب خداست اونم مهمانی که با پای مبارک خودش وارد خونه آدم شده باشه خیلی خوش آمدی بریم تو بریم تو شوخی و تعنه و کنایه نمیزد نه واقعا میگفت این منده خدا رو آورد تو گفت بیشین یه چایی درست کنم با هم دیگه بخوریم نشست گفت چرا به ما قبلش نگفتیم ما یه میوه یه چیزی تهیه بکنیم بلخره آمادگی تو داشته باشیم یه چایی درست کرد یه ده دقیقه یه رو با هم دیگه خوردن گفت اگر ظهر بمونی پیش ما یا آبگوش هم بار میکنیم با هم نهار میخوریم ما گفت حاج آقا نه اجازه میدی من برم این بیچاره میگفت من میخواستم زمین دهن باز بکنه از خجالت برم فرو, فرو برم این آقا ما رو ول میکرد تعارف میکرد که بمون میدی برم آیا شخورزای زاهد فرمود بفرمایید حالا این قالیچه که دیگه از دست ما رها شده بود دیگه بلند شدیم رفتیم ایشون هم دنبال ما اومد تا دم در قالیچه هم آورد تا دم در که رسیدیم گفت آقا این هدیه است قالیچه هدیه است قالیچه رو به من داد فقط یک کلمه گفت یه جمله گفت گفت جوون پاک زندگی بکن همین از فردای اون روز یکی از مریدای پروپاگورسی که همیشه پشت سر آیه هاشم آی زاهد نماز میخوندن همین آی دوست بود از کسانی شد که دیگه نماز پشت ایشون رو ترک نمیکرد دسته دوم آدمایی که خوبن خوب خوبی میکنن بلدن چه جوری خوبی بکنن این استاد بزرگوار میگفت دسته سوم آدمایی که بدن ولی بد معمولی هن، طرف بیرو خونه مردم دزدی میکنه مال مردم میبره همین اما دسته چهارم آدمایی که بدن ولی بد بدی میکنن به تعبیر قرآن اساء السوء کسانی که بد بدی میکنن چندشاور بدی میکنن طرف اصر آشورا یا مثلا یه روز بعد اومده تو کربلا برای جمع کردن قیمت ببینی که خب دارن همه غنیمت جمع میکنن چشمش افتاد به یه انگشتری تو دست امام حسین تا این انگشتر رو در بیاره از بقیه غارتگرا عقب افتاده زد قطع کرد خب نانجیب تو اگر میخوای بدی بکنی چرا اینقدر بد بدی میکنی اساء و سوا اون کسانی که بد بدی میکنن خدا نکنه من اینا رو برای این ارز کردم که آدمایی که یه زمانی دیندار بودن وقتی سقوط میکنن و بد میشن معمولا میفتن تو این دسته چارم اون کسانی که خیلی بد و چندشاور بدی میکنن هرچی هم شما از قبر و قیامت براشون بگی نمیترسن خدا نکنه آدم دیندار سقوط بکنه و بد بشه به خصوص ارز کردم در آخر الزمان زمان لغزش ها و لغزشگاه ها زیاده مرحوم آیت الله مرعش نجفی شاگردانشون نقل میکردن من از بعضی از شاگردانشون شنیدم که این فقیه بزرگوار گاهی موقع تو درس میگفت آقایون من صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به چهارده معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم خونه صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به چهارده معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم خونه سرعت سقوط آدما زیاد بشه چه کنیم سقوط نکنیم چه کنیم بد نشیم عرض کردم زمانت نامه‌ای به کسی ندادن چی کار بکنیم آیا عملی هست دستوری هست ذکری هست مثلا عبادتی نمازی چیزی هست چی هست که باعث میشه انسان سقوط نکنه ذکر فکر خدمت به مردم جهاد همه اینها خوبه اما اینها جلوی سقوط آدم رو نمیگیره به تعبیر قرآن اینا سبل سرات نیست ببینید تعبیر قرآن این هستش که ما یه داریم یه سرات سبل یعنی راه های فرعی سرات یعنی اون شاهراه راه اصلی اگر نماز ما روزه ما عبادات ما فکر کردن ما ذکرهای ما توسلات و اشک و سینه زدنهای ما خدمت به مردم ما جهاد و مبارزه ما اگر اینایی که سبل اینا راه های فرعیه اگه ما رو رسوند به اون شاهراه و اون سرات و راه اصلی سقوط نمیکنیم خیلی خوبه ولی اگه نرسون شیطان هم عبادت زیاد داشت مگه شیطان کم عبادت میشت اما سقوط کرد زبیر هم سابقه رزمش زیاد بود اما مگه سقوط نکرد سقوط کرد اون عالم بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی که در قرآن تو سوره اعراف اسمش نیومد داستانش اومده به نام بلعم با او را علم زیادی داشت ولی سقوط کرد پس ببینید این چیزها نمیتونه جلوی سقوط آدم رو بگیره آدم میتونه با وجود علم زیاد با وجود عبادت با وجود جهاد و امثال اینها سقوط بکنه ما نمونه داریم دیگه اینا سبله راه های فرعیه اگه اینا ما رو رسوند به اون سرات و راه اصلی خوش به حالمون اگه نرسوند بترسیم حالا میدونید سرات و اون شاه راه چیه راه اصلیه چیه تعبیر قرآن رو ببینید و ان عبدونی هازا سرات مستقیم سرات اودیته نه عبادت عبادت ها اگه آدم به عبودیت رسون به بندگی رسون تسلیم خدا بودن که آدم گردنش در مقابل خواست خدا و مشیت خدا از مو باریکتر باشه اگر عبادت های ما ما رو تسلیم کرد خوش به حالمون و الا اگر نه عرض کردم شیطان که یه سجدهش هزار سال طول کشید به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه و کان قد عبد الله ست تا آلاف سنه شیش هزار سال خدا را عبادت کرد عبودیت او سرات عبودیت تو یک کلمه یعنی تو هر زمان ببین که چی ازت میخوان ببین که چی ازت میخوان یه وقت ازت میخوان الان وایسی نماز بخونی یه وقت ازت میخوان الان نماز نخونی ما داریم دیگه تو بعضی از موارد اول وقت نباید الان نماز بخونی طلبکار اومده دم در حالا با من نمونه طلبشو میخواد تو الان باید بری طلب او رو ادا بکنی حالا اگر کسی بگه نه خیر من با میسم نمازمو میخونم خب بخون این عبادت هست اما عبودیت نیست مغز نداره یه پوسته است یه ظاهره روح نداره بندگی و تسلیم توش نیست یه موقع ازت بخوان روزه بگیر چشم یه موقع روزه نگیر چشم یه موقع میخوان حرف بزن چشم یه موقع میخوان سکوت کن چشم یه موقع جنگ بکن یه موقع صلح چشم این مهمه عبودیت تسلیم بودن تو هر زمان شما نگاه بکنید وجود مقدس امیر المونه علیه السلام عبد محض خدا خدا انقدر ازش امتحان شهادت گرفت علی جان تو امتحان شهادت بیس شدی تو چه جنگ هایی بود تو چه موقعیت هایی بود که تو تنها وایسادی و خیلی ها بود که فرار کردن ولی علی جان خدا میخواد از, از یه امتحان دیگه بگیره تا حالا امتحان مردن ازت از گرفتیم میخوایم حالا امتحان نمردن نم ازت بگیریم وایسی کتک خوردن زهراتو ببینی و نمیری این سخر از اون امتحان قبلیه ها از اون امتحان شهادت از امیرالمومنین گرفتن این امتحان سختره برای امیر بارها اگر خودش به شهادت میرسید راحت تر بود تا وایسه بو این صحنه رو ببینه امیر المومنینی که می گفت اگر یک زیوری از پای یک زن یهودی در حکومت من برداشته بشه اگر یک مسلمانی دق بکنه از این ظلم حق داره و پیش من ملامت شده نیست و شما نگاه بکنید باید وایسه این صحنه رو ببینه و نمیره ولی علی اون کسی هست که عبده وقتی خدا اینو میخواد چشم الله اکبر چه امتحان هایی گرفتن چه امتحان هایی گرفتن جبرئیل نازل شد یا رسول الله خونه رو خلوت بکنید هیچ کسی غیر از خودت و علی نباشه خونه خلوت شد یا رسول الله از طرف خداوند متعال دو تا پیغام دارم به علی بفرمایید پیغام اول این هستش که به علی بفرمایید که بعد از شما خلافت به او نخواهد رسید باید صبر بکنه این پیغام رو پیغمبر اکرم به امیرالمومنین داد گفت چشم یا رسول الله صبر میکنم پیغام دوم از طرف خدا یا رسول الله به علی این پیغام دوم رو هم بفرمایید وقتی این پیغام دوم رو به امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر اکرم داد قشی علی امیرالمومنین افتاد افتاد الله اکبر اون کسی که تو هیچ جنگی زانواش نلرزید اینجا لرزید افتاد وقتی که بلند شد با اشک در چشم و بغض در گلو گفت یا رسول الله چشم اگر خدا اینو میخواد چشم پیغام دومی که جبرئیل به پیغمبر داده بود که به علی بفرمایید این بود که زهرات رو جلو چشمت میزنن ولی باید صبر بکنی چشم یا رسول الله افتاد و با بغض در گلو و اشک در چشم گفت چشم چون عبد چون بنده است زهرا جان بارها خدا ازت امتحان گرفته که تعلقی به دنیا نداشته باشی بیست شدی توش تو اصلا تعلقی به دنیا نداشتی تو مال دنیا نبودی تو یه فرشته ای بودی که اومدی رو زمین یه حوریه انسیه بودی تعلقی نداشتی اما حالا میخواد خدا ازت یه امتحانی بگیری که برای فدک بری جلو و این زمین رو بگیری طوری که مردم نفهم بگن زهرا عجب تعلق به دنیا داره ها برای یه تیک زمین داره چیکار کار میکنه برای یه باغ داره چیکار میکنه قافل از اینکه نفهمیدن که فدک یک علامت یک نماد حقانیت که زهرا باید این نماد رو زنده کنه تا نشون بده اون کسانی که قصب کردن دین نداره قرآن رو قبول ندارن پیغمبر رو قبول ندارن اما این امتحان ها گرفته شد این امتحان ها گرفته شد این عبده ما ها از روزه های حضرت زهرا یه چیزی میشنویم یه چیزی میگیم و یه چیزی میشنویم چه میدونه آدم اون بلا چی بوده چه میفهمه آدم مرحوم مفید شیخ مفید رزوان خدا برش در اختصاصش هفشت روایت نقل کرده اگر این روایات نبود جرأت گفتن این مطلب از طرف من نبود چون از دهان مثل منی خیلی بزرگتر این چیزی که میخوام بگم من تو چون روایت هست من دارم میگم هفشت روایت من هم شیخ مفید نقل کرده که در اون قضایایی که جلو در خون حضرت زهرا اتفاق افتاد حتی مثل سلمان کم آورد مثل سلمان یعنی سلمان یه خلجانی تو قلبش اومد عرض فی قلبهی آرزان یه خلجان تو قلبش اومد که ای علی چرا سکوت کرده چرا دارن زهرا رو باطن لیلت القدر رو دارن اینجوری میکنن باهاش رفتار میکنن علی سکوت کرده سلمان ارزفی فی قلبه آرزون یه چیزی خلجانی تو قلبش اومد نوزو بالله اگر کسی یمان کنه خلجانی که تو قلب سلمان اومد مثلا فرض کنید شک که در امیر المومنین بود نعوذ و بالله سلمان بالاتر از این حرف هاست. نه از باب شدت محبت و علاقه ای که سلمان به امیر و حضرت زهرا داشت تو قلبش این اومد ببینید من اینو عرض بکنم خودتون این مثال رو بس همون جمع بکنم شما نگاه کنید گاهی موقع ها اگر بر سر خودتون یه بلایی بیاد مثلا یه مریضی بیاد میتونید تحمل کنید اما اگه به سر عزیزتون مثلا بچهتون تو اتاق عمل باشه مادر مهربان یا پدر مهربان وقتی پشت در اتاق عمله میره تحملش دیست اگه خودش تو اتاق عمل بودی تونست تحمل بکنه ها اما سر عزیزش وقتی یه بلایی بیاد تحمل به این سادگی نیست نمیتونه سلمان اگر این قضایی که برای حضرت زهرا پیش اومد سر زن و بچه خودش می اومد تحمل میکرد اما به سر حضرت زهرا داره اینها میاد که عزیزتر از همه چیزشه وقت امیر المومنی واسه رو داره سکوت میکنه اینو نمیتونه سلبان تحمل بکنه که علی جان برای چی سکوت حالا شما خود امیر المومنین رو ببینید چی کشیده خودش رو ببینید عرض میکنم یه چیزی میگیم من از یکی از مراجع بزرگوار شنیدم دیگه از بفرمایید اسم نیارم ایشون میگفت که در مجلس میرزای شیرازی میرزای بزرگ صاحب فتوای تنباکو صاحب نفسی رو منبر رفت آیتولاش حسن علی تهرانی جد مادری الله مروارید ایشون رفته بود منبر آیه هاش حسن تهرانی شروع کرد مقدمات یه روزه رو گفت مقدماتش هنوز روزه نبود مقدماتش رو گفت دخلت زینب بنت امیر المومنین علب زیاد زینب دختر امیر المومنین وارد بر ابن زیاد شد در سفر اسارت خب ببینید این من منو شما میشتم یعنی گریه نداره که خب حضرت زینب وارد بر ابن زیاد شد یه مرتبه میرزای شیرازی از کنار منبر شروع کرد هق هق گریه کردن چون میرزای شیرازی میفهمه از روزه ها سرسری رد نمیشه براش عادی نشده روزه ها میفهمه کدوم زینب چجوری داره بر ابزیاد زیاد وارد بشه اون زینب هجاب زینب وقار زینبی که یکی از همسایه های امیر میگه من هفت سال همسایه علی بودم یک بار روی زینب رو که ندیدم هیچی صدای زینب رو هم نشنیدم این زینب که وقتی میخواست شب وقتی میخواست به زیارت مرقد جدش بره امیر او رو شبانه میفرستاد امام حسن و امام حسن هم کنارش گاهی موقع خود حضرت امیر هم بود که حجم بدن زینب کبرا رو کسی نبینه اون وقت اون زینب الان که برای ابن زیاد داشت وارد میشد دیگه اون هجابی که مناسبش باشه دیگه نداشت تو مقتل منصوب به عبی مخنف داره که دخلت زینب و هی تستر و وچه ها به ها، صورتشو با آسین پوشونده بود میرزای شیرازی اینا رو میفهمید که وقتی همین جمله به این سادگی رو آیت الله تهرانی گفت حق هق, هق گریه کرد وقتی خواست جمله بعدی رو بگه میرزای شیرازی از کنار منبر فریاد زد که خدا خیرت بده بذار حق روزه ادا بشه تون تون نخون برو جلو بذار حق همین جمله ادا بشه بعدیش و بعدن بگو حالا میزای شیرازی اگه نشسته بود غذایای فاطمیه رو براش میگفتن چیکار کار میکرد کتک خودن حضرت زهرا رو میشنید چیکار کار میکرد شوخی این چیزا این بلاها این مصیبتها اینا شوخی هستش خدای تو رو قسمت بیدیم به جمله دعا میکنیم تو رو قسمت بیدیم به حق زهرای اطهر فرج مولامون امام زمان تجیل بفرما خدای به محمد و آل محمد رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات طول عمرشون بیافزای دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما سلواتی عنایت بفرما